این طبیعی، ولی میگم ولی با وجود مخالفت ها میدونی که این مخالفت ها همون زمان سرکوب شد و امکانات نظام شاهنشاهی محدود نشد برای اصلا وقتی با برنامه اصلاحات ارضی حق رأی زنان سهیم کردن کارگران مخالفت میشه، معلومه اصلا دیگه از اون طرف میفته. یعنی شاه نه تنها تحقیر کرد مخالفانش رو، اصلا کینه پیدا کرد که شما چی میگین، اصلا اصلا شما با کی هستین. نه وقتی شما همه چیز رو بخواید هیچ چیز گاهی گیرتون نمیاد. مخالفان همه چیز میخواستن. ولی ببین انقلاب 1357 در ایران قبول دارید که یکی از مردمی ترین انقلاب از نظر شرکت بزرگ مردم در ایران. فکر نمی کنی این در واقع به هر زبون و به هر شکلی داشت این رو می گفت، برخلاف اون چیزی که شما میگین که طرفدار داشت شاه نداشت در واقع؟ آخه شما زمان رو قاطی می کنید. شما از 1340 39 میپرید 57، ربطی نداره به هم. در 17 سال هزار اتفاق میفته. یه ولی انقلاب که خلق الصائه نیست، خلق الصائه نیست، ولی 17 سال هم مدت بسیار طولانی است. انقلاب 17 سال طول نمیکشه، زمینه داره. این زمینه از سالهای متمدن، انقلاب 17 سال زمینه نمیخواد. انقلاب اسلامی 6 ماه در واقع طول داد. زمان عمر انقلاب اسلامی 6 ماه بود، یعنی پیش از اون هیچ نشانی از انقلاب اسلامی نبود و اون شعارها نبود و در اون 6 ماه هم هیچ مقاومتی از طرف رژیم نبود، ولی جلوش گرفته بودن. نه آنچه که انقلاب رو باعث شد خیلی عوامل است، ولی عامل اصلی رو کسی متذکرش نمیشه. عامل اصلی تسلیم شاه بود. شاه در 1981 که من رسیدم به پاریس همون وقتی مصاحبه کرد با واشنگتن پست که من در هرال تریبیون اونجا خوندم، گفت سیاست من در برابر انقلاب صرفا تسلیم بود. این بود که انقلاب اگر این یعنی باش سرکوب میکرد به نظر شما؟ نه من سرکوب احتیاج تسلیم کاری دیگه نمیتونست. چرا کاری؟ اونها نفر به خیابون هزار میزن؟ هزار جنبش انقلابی در دنیا هر روز میشه، هر روز یه جنبش. آخه جنبش انقلابی ایران چه بود؟ تظاهرات مثلا قم بود. این که نمید انقلاب بشه که با یه تظاهرات مثلا 200 نفر طلبه که انقلاب نمیشه که. نه سرکوب دید. سرکوب باز از اون لغت هاش که تا بگید که همه وحشت. نه شما یه دیر میگیرید، حالا اسمش هر چی هست، یه دیر میگیرید، یه دیر هم اجازه میدید فعالیت کنن. ولی شما اگر اونایی که باید اجازه داد فعالیت کنن بگیرید، اونایی که باید بگیرید ول کنید، خب همین میشه دیگه. مطمئن باشید که تا ماه آذر و دی جلوی انقلاب رو میشد گرفت، بی خون ریزی زیاد. البته عده ای کشته میشدن، چون 2-3 هزار نفر همون 6 ماه کشته شدن با همه تسلیم. اینجور هم نیست که تسلیم جلو خون ریزی رو گرفت. ولی خب از طرف دیگه میشه اینطور گفت که برای مدت طولانی همه احزاب رو بسته بودن، فضای سیاسی در مملکت کاملا بسته بود و فضای اختناع وجود داشت. درست. و در این شرایط مردم بهترین راهی که میتونستن که بریزن به خیابون بریزن بکنن، انقلاب انقلاب مردم بود قبل از هر چیز دیگه. وقت شما نمیتون یعنی در واقع راجع به انقلاب مردمش بحث مردم نه 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 ما در باره انقلاب مردم بحث نداریم، قبوله. ولی این مردم روز اول که نرفتن تو خیابون، این مردم به تدریج گروه گروه و لایه لایه اجتماعی پیوستن به انقلاب. 6 ماه طول کشید. یعنی هر چه شاه کوتاه آمد عده بیشتری ریختن تو خیابون. شما اگه روز اول جلوی یک جریانی رو بگیرید مثل شعر سعدی که با بیل میشه سرش گرفت بعد دیگر با پیل هم نمیشه گذاشت، اصلا نیاز به خون ریزی نمیشه. میگم 2-3 هزار نفر کشته شدن. خیال نکنید که اون سیاست تسلیم و غیر سرکوبی و اینا بی هزینه بود، نه بیشتر کشته شدن. شما روزای اول باید در میگرفتید جلو بقیه هم حساب کارش رو میکردن، چون هیبت شاه و قدرت شاه یه چیز دیگری بود اون موقع. فقط کافی بود نشان بده که وایستاده و نمیگذاره، تموم شد. 1342 همون خمینی با همون شدت و حدت ریختن تو خیابون، نه فقط در تهران، 5-6 شهر ایران ریختن تو. مخالفان هم همه آماده بودن برن پشتش رو گردن. 3 روزه تمام کردن کارو. خب انقلاب نشد.
پس میشه جلوی این چیزا رو گرفت. خب به هر حال حالا این نظر شماست و خیلی هم با شما مخالفن تو این زمینه. حالا اینو از این بگذاریم. بله از این بگذاریم بریم سر مسئله که شما در واقع الان شما حزب مشروطه ایران درست کردید و من مرامنامه و اساسنامه شما رو خوندم. بسیار خیلی قشنگه، خیلی به اصطلاح افکار و عقایدی که درش مطرح کردین و آینده‌ای که برای ایران درسی می‌کنین، همونطور که خودتونم گفتین خیلی مدل حکومت‌های دموکراتیک و لیبرال اروپاییه، ولی به نظر میرسه این یک اشکال داره این وسط و اشکال اساسی و بنیانی داره و اون اینه که شما به نظام شاهنشاهی معتقدید و این با مجموعه اون چیزایی که شما میگین به نظر بغایر میاد. ما با نظام شاهنشاهی هیچ موافقت نداریم. شاهنشاهی معنی داره در ایران؟ مگه ما شاهان داریم در ایران که شاهنشاه داشته باشیم؟ نه، ما با پادشاهی مشروطه موافقیم، همون که شما در انگلیس دارید. شما در انگلیس فراموش میکنید که در قرن 17 که قرن حق الهی پادشاهانه، حق الهی پادشاهان، برای اولین بار در همون انگلیس شما یک پادشاه گفت من حق الهی دارم. در فرانسه همون بابا گفت، از همه میگفتن. در 1686 انگلیس پادشاهی مشروطه پیدا کرد، ویلیام اورانج و ملکه آن. پس در یه قرن 50 در طول 50 پادشاهی مستبد نه، مطلقه نه، حق با حق الهی شد پادشاهی مشروطه. می شود در ایران، ولی آقای کمانچو تو بهتر من میدونی، خیلی بهتر از من میدونی که مسئله پروسه پادشاهی مشروطه در بریتانیا و هر جای دیگه یک پروسه بسیار طولانیه. در ایران هم ما داریم راجع به فردا ایران صحبت میکنیم. ما ایران و این و به علاوه مردم ایران یک بار در انقلاب و یک بار در رفراندومی که دارن، من همه اشکالات رو رفراندوم داشت، ولی یک روشن بود شما نظام شاهنشاهی میخواد 98% گفتید. چرا شما با دوباره فکر میکنید این مال 30 سال پیش بود؟ معلوم نیست امروز یا 2 دیگه اگر از مردم بپرسید چه بگن، اینو هیچ کس نمیدونه، مگر اینکه شما بگید آقا یه دفعه گفتن تموم شد رفت، اون که معنی نداره، مردم میتونن هر روز نظرشون عوض کنن. نه، ایران در 100 ساله گذشته به اندازه 300 سال اروپا تجربه کرده، برای اینکه الان سیر رویدادها سریع‌تر، اون وقت یه خبر از این ور به اون ور یک کشور یه ما طول میکشید، الان 2 طول میکشه کمتر. این است که ما تجربه کردیم، ما دیدیم نظام شاهنشاهی چیه، جمهوری اسلامی چیه، چپ چیه، راست چیه، همه اینا رو دیدیم. اگر ما هم نمیگیم که حتما باید این بشه، گفتیم مردم اگه خواستن ما اینو پیشنهاد میکنیم، ما حق داریم، شما حق دارید بگید جمهوری، فرق نمیکنه، یا شما نظامتون نظام دموکراتیکه، ما پادشاهیتون هم دموکراتیک، یا نظام دیکتاتوری، جمهوریتون هم میشه سوریه، مثل جمهوری آذربایجان، چه فرق میکنه اسمش جمهوری، پادشاهی هم بدتره. این است که با اسم، از اسم وحشت نکنید. ما گفتیم تجربه تاریخی ما رو به آنجا رسانده است که می توانیم یک پادشاهی مشروطه برقرار کنیم، اگر مردم بخواهند. نخواهند، نخواستند، همشو رفت. ولی بسیاری معتقدند که از جمله مخالفان نظام جمهوری اسلامی در ایران و در خارج از ایران که هر نوع تحولی در جهت دموکراتیک شدن جامعه ایران باید از درون جامعه ایران و به احتمال زیاد از درون خود همین نظام اسلامی با اصلاح شدن نظام اسلامی بشه. نظر شما چیه در این مسئله؟ نه، در این که همه چیز از درون ایران منتها با یه نفوذهایی از بیرون، چون ما در بطری در لوله آزمایشگاه که نیست، اون جامعه 1000 نفوذ هست، ولی مسلم است آنچه که در ایران تعیین کننده است تحولات درونی است و من هیچ اشکالی هم با این ندارم که خود این نظام دچار تحول بشود. به مراتب ترجیح دارد که هر چه زودتر در خود این نظام یه عده‌ای پیدا بشن، این بساطو برچینند و تا اینکه خونریزی بشود مملکت از بین برد. نه، اونا مسائلی است که ما دربارش دعوایی با هم نمیتونیم داشته باشیم. فقط شما امیدوار باشید که مثلا در خود این نظام یک گدهی پیدا بشن درست کنن، معلوم نیست، نه، ممکنه که نتوانه، یک نظام هایی نمیتوانه، کره شمالی نمیتواند از درونش چیز اتفاق بیفته، حتی ایران کره شمالی نیست، ولی به هر حال یک نظام هایی هستن که نمیشه کاریش کرد، باید فرو بریزه، شوروی فرو ریخت، اصلاح نشد، حالا اینا ممکنه فرو بریزن،
واقعا هم وضعی که در ایران به وجود آوردن خیلی احتمال فروریزی بیشتر است تا اصلاح از درون، ولی اونم من نفی نمی‌کنم. نشانه هایی وجود داره در داخل ایران که این تحول و اصلاحات مقدوره و به هر حال خواست شاید بیشتر مردم ایران هم همین. درسته، منتها اونورم خب مقاومت ها زیاده. نه در این شک نیست که مردم اینو این راه حل ترجیح میدن، منم در ایران بودم این راه حل ترجیح میدادم و هستن نیروهای خیلی مؤثری هم هستن که دنبال، ولی اون طرف هم خب میدونیم که چه قدرت های متمرکز شدن برای اینکه وضع موجود و منافع خودشون نگه دارن و این تنش هزار اتفاق ممکن است بیفتد، معلوم نیست واقعا چیه، اما من هیچ کدوم از این احتمالات رو نفی نمی کنم، همش به سود ایران است. خیلی متشکرم آقای.